باب سوم پی ام بیناک ستون 13 منحل حوزه های ملایان و نهادهای وابسته به مهملگاهشان با تغییر کاربری به کارخانجات و تولیدات داخلی. مثال قبر خمینی با بودجه سالیانه و سرمایه اندوخته پتانسیل اشتغال به کسب و کار ده ها هزار بیکار را دارد. ستون 14 ابطال مذاکرات جنگی هسته‌ای با طلوع نظام پارلمانی ایران تابش تمهیداتی است برای گفتمان سیاسی جهت رفع تحریم ها و بازآزادی بازار نفت و ارز و غیره. ستون 15 جلوگیری از مواجهکاران کلان و آخوندی در کشورهای خارجه به ویژه عربی که هدفشان ترویج خرافات و تسلیحات تروریستی است. در نظام پارلمانی ایران علاوه بر ممنوعیت واردات و صادرات آخوند، پس از بررسی و پاره شدن کیسه خمس و زکاتشان، آخوندها با پوشیدن لباس شریف کارگری شکم خود را سیر می کنند. ستون 16 بازپسگیری میلیاردها دلار ثروت ملی که توسط رهبر تزویرگر جمهوری اسلامی شرکا و بستگان چپاول شد. ستون 17 پایان دیوان سالاری در امور مالی و اداری. مثال شهرداری دولت اسلامی جای تجهیز شهر و رسیدگی به خدمات شهروندان بودجه نیمی از سال را صرف بسیج و مساجد و حوزه ها می کند. یا بانک مرکزی حق پرداخت وام های کلان بلاعوض کم سود و بی سود به مفسدان با سفارش رهبری و سقوه را ندارد. بایستی نسبت به بوروکراسی حکومتی بی توجه باشد. سرمایه گذاری و مشارکت بانک های جهانی در رونق اقتصادی کشور اولویت بانک مرکزی می باشد. ستون 18 تعریف بودجه حمایتی از نانوایان جهت سهمیه آب رایگان برای پخت نان ارزان تا زنده گرسنه نماند.